زندگی و آموزش صحت و زندگی گردن ما شخ میمونه رگاش، درد میکنه سلام شنونده عزیز صدای شخصی را شنیدین که موره های گردنش بجا شده بود نشانه ها و مشکلات بجا شدن موره های گردن کدام هاست علت ها چی هاست و چگونه از بجا شدن موره های گردن پیشگیری کرده میتونیم با صحبه پرسشاره در برنامه حاضر صحت و زندگی با ما وحید سابر بشنوید. مهره های گردن نسبت به مهره های ستون فقرات و مهره های کمر بسیار حساس هستند. مهره های گردن وزن سر را که تقریبا 5 کیلو است حمل می کنند. مهره آخری که به سر وصل است وظیفه چرخاندن و خم کردن سر را دارد. نزد تعداد اشخاص مرها نزدیک دور و یا بجا میشن که باعث مشکلات زیاد نزد بیمار شده میتونه در این مورد همکار ما محمد عارف رحیمی با چند نفر و یک تند دکتر صحبت کرده که با هم مشنویم خدا معرفی میکنین اسم من حامله است باشنده ولسوالی پغمان در خانه شما کی درد گردن داره کاکای ما است از گردن و درد داشت چه قسم مشکلات داشت قصه خود ما کرد یک درد من یک گردن پیدا شد درد شدید تا دیگر روز تا که درد پیش شد و جای افتاد و در سوال که مراجعه کردیم و عملیات شد برای مادر جان چه مشکل پیدا شد مادر جانم خود مراجعه نزدیک شده بود شکایت از چی میکرد در ناحیه گردن در ناحیه گردن از این کاری خدای طرف راست چپ که شروع میداد احساس درد باشه خوشو دارم خود معرفی میکنین محمد شریف پستم اسقری امامت خیل گردن چی مشکل داره درد میگیره نگه نمیپم چی تکلیف امروش میداشته باشی گردنم متو شخ میمونه رگاش درد میکنه با یگان طرف می دکتر صاحب خود معرفی میکنین نام من سید نجيب الله قریشی متخصص جراحی کمر و گردن نشانی به جا شدن مهره های گردن دمان. اولین اعراض و که پیدا میشه درد است بعد از درد کرختی بی سی مر مر سوزنک در دست ها درد واس پیشن که از گردن شروع میشه شانه بعد از اون دست ها و کلکا آمده میتاند و اگر در صورت که مشکل زیاد باشه یعنی درد در قطع گردن در پای هم کرختی بی سی پیدا میشه اگر این حالت دوام بکنه و تداوی نشوه باعث کدام مشکلات شده میتواند نظر به فشاری که بالای ریشه عصبی آمده سبب وقت زمان بی سی زیادتر میشه سبب پل شدن مریض میشه و که وقت زمان پلچ رخ داد مریض حرکت کنه نمیتونه کنترل خود با ادرار نداره کنترل خود با مواد خود نداره و گفته ایده از مردم درد و کرختی در شانه ها یا درد هر دو دست و مشکل هنگام بلند کردن وزن از نشانه های بیجا شدن مهره های گردن هستند. حال باید علت بیجا شدن مهره های گردن را بدانیم. علت نمی نمیتونم که از کارهای فیزیکی یا از مهره های گردن نزدیک شده و دیگر داکترها خود بومید. به نظر ما علت شیرمی است در کارا که مصروف میشه از وزنه که بالا میکنه درست بالا نکنه به شوی درستش که مرا گردن بی جای میشه بلد دکتر دارت گفته رو وزن زیاد بلند کرده مورا نزیش برخی از مردم بلند کردن وزن زیاد کارهای شاقه و استفاده از بالشت بلند و یا پشت را از علتهای مواجه شدن به بجاشدگی مره های گردن میدانند با باور دکتر قریشی هر چیزی که مره های گردن را تحت فشار بگیره باعث بیجا شدن مره های گردن شده می یه مربوط به عوامل وظیفوی است کسایی که شغل سخت کار و درنکاری یاد دارن برزن نجار هستن خیاط هستن کسایی که در تعمیرات کار میکنه معمار هست کسایی که در چاو کار میکنه به چیزی اینی مشکلات از زیاد پیدا میشه تا مثال خیاط میاد صبح تا شام یک چوکی خود میشینه و موقعیت گرفتن گردنش درست نمی باشه یعنی طرف سینه خود خم است مصروف خیاطی خود است ای با وقت زمان دچار لغشیدن مره یا به شدن ماره ها میشه و کسایی که سپورت میکنند سپورت بدون مشوری و استاز با وقت زمان دچار مشکلات فقرات گردن میشه بعضی خانمایی که در اطراف است کارهای سقیل انجام میتن اونو با وقت زمان اینی وزنی که بالای سر خود میماند سر فقرات گردن فشار میارد اینی پیشار سبب لخشیدن مره به جاشدن مره گوشت و با بار میاره بالای عصب مربوطه فشار میاره که وقتی عصب زیر فشار شد وظیفه نرمال خود انجام داده نمیتونه شنونده عزیز شما برنامه صحت و زندگی را مشنوین که در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه شده و موضوع آن بجا شدن های گردن است اگر بجا شدن گردن به موقع تداوی نشود پیشرفته شود تداوی آن به عملیات می که ممکن باعث درد پاها و یا فلج دست ها شود ایده مردم هینه بجا شدن گردن دست به تداوی های خانگی میزنند یکی چگونه از خودشان مشنویم گردنم در درد میکنه بالشت و پخش میمونم، میمانم صبح که خیص و مزخو گردن خود پنج دفعه طرف راست پنج دفعه هم طرف چپ سپورت میتونم بازم پنج دفعه دیگه بالا سایل میکنم باز پایین سایل میکنم که گردنم آرام شده اما روزه میکنم گردن خود پایین نمیکنم یک چیزی را که به دست خود میگیرم بالا سایل میکنم پایین مرکت نمیکنم به خاطر که درد میگیره گردنم پای میگردنم ما شخ میماند درد میکنه. با جگان طرف پلیس کنیم یکم مرو خوب میای مالش مالش بتیم راحت میشه ای که تداوی خانگی مردم درست است یا خیر از دکتر در مورد میشنوید بعض مردم است که می از حرکات که دو یک سر و صدا ترق و پرق میکنه از او استفاده میکنه با وقت زمان دچار لخشیدن مراد و فشار بالای عصب می شود بعض مردم ها است سر خود به طرف راست چپ قدام به خلف یعنی پشت سر یا حرکت میتا یا حرکت دورانی میتا مشت خود میگیره سر دیوار باز کش میکنه حتی این حرکت ها با وقت زمان سبب لخشیدن مورا گشتی اضافی مورا گردن میشوه که باز حتی به با دوام خوب نمیشه مجبور است باز وقت عملیات کنه مساج برای مریضات خوب است تا تحت متخصص یک دکتر اینی مساج گرمش تا و تکور و فیزیوتراپی خوب است چرب کردن تو کور کردن یا از ملم یا از تل زیتون استفاده کردن پایده دارد وقتی که تو کور شوه یا ایر بتای عضو مربوطه نه وقتی که نرم شد عصب زیر فشار خلاص میشه در دوز مربوطه کم میشه از نظر تبابت خوب تر است و باور دکتر دست را مشت گرفتن و آن را به دیوار گذاشتن و بعدا پیشانی خود را به آن فشار دادن و یا چرخاندن گردن به شدت به طرف راست و یا چپ و به اصطلاح مردم کشیدن ترقص گردن به جای فایده به ضرر مریض است چرا که ممکن است رشته های عصبی بیشتر زیر فشار بیاید باعث شدت درد شود و یا حتی ممکن سبب فلج شود حرکات گردن باید به مشور دکتر صورت بگیرد اما تکر و یا چرب کردن ممکن مفید باشد چرا که موره های گردن نرم می شوند و شاید رشته های عصبی که تحت فشار هستند کم آزاد شوند و باعث کم شدن درد شود حال باید بدانیم که چگونه می توانیم از بجا شدن موره های گردن جلوگیری کنیم فهیم آشوری وقتی که ما مصرف کارخانه میشیم یا مثلا کار دفتر کار میکنیم که امی سر موره گردن فشار وارد نشه مثلا وقتی که در کارهای خانه مصرف میشیم سر ما استوار باشه زیاد خم نکنیم یک چیز سنگین بالا میکنیم و شیوه بالا کنیم سر ما زیاد فشار وارد نشه وزن که بالا میکنیم این دو طرف یک به طرف هیچ وقت خود قاد نمیکنیم وزن مستقیم بالا میکنیم وقتی که در کارهای خانه زیاد خسته میشیم یک کم استراحت میکنیم تا می شخی که در گردن ما ایجاد شده به طرف اسم من رومان است از ولایت کابل هستم حیاتی وقتی که خسته میشیم که زیاد شخ میشه کردن ما این پسای شانه ما رو میگیره خود تخت بهش راست میندازیم تا اگزر دم مو راست شود سر میز باشه یک جای یا سر تو شک باشه خود میندازیم در راست که شخه ما برد. 16 سال است حیاتی مسلک مرس تا فعلا مرای گردنمون به جای نشده نه من <میزنان> پلوش هسته در <تجار> شف خانه بخش چوکی هم کار میکنیم و باز که خسته شدیم این طرف چوکی و طرف چوکی از تفریم میکنیم بلند میشیم میشینیم چوکی خودت تغییر میتیم خاطر که گردن ما به یک آلت نبانه زیادتر وظیفه اجرا کردیم موری گردن مشکل با ما پیدا نشد تجربه مردم را شنیدیم حالا از دکتر قریشی هم در مورد مشنویم کسایی که خیاط است باید پوزیشن چوکی خودم میز خودم در کارهای روزمره پایینتر متوسط و بلندتر کنه استراحت کنه دراز خدا بکشه تا خی گردن برطرف شد ماموری که از سومیه میشنه گردن شخی پیدا میکنه با مو یک وضعیت خدا قرار میده خدا دراز راحتر بکشه او خانم هایی که در اطراف هست کوشش کنه که وزن سر خود نمان بوشکایی که از او پر میکنه سر خود نمانه اونو پندکی از دقانی که و یا چیزایی که میورداره و در سر خود نمونه. که استراحت میکنه بالشت لشت خود درستتر بمان که سر گردن شانه ارسیشه بالای زوبیه با, با لشت که سر خود نه به طرف راست نه به طرف چپ کج باشه یعنی راست باشه در جایی که استراحت میشه هوار باشه سخت باشه در جای نرم تو شکس اسپنجی یا استفاده نکن تا به این مرض دوچار نشه و کسایی که کارای سقیل انجام میده کس وزن میوردارد اگه این وضعیت خود قاط بگیره با قدم خم باشه ای وزن بالا کنه تمام وزن سر یک مورا میه ای مورا نمیتونه که برداشت کنه وقتی که پوزیشن زی مستقیم باشه لایس باشه این سی و سی است در او تقسیم میشه کدام وزن یا پشار یعنی مورا خدا به جای نمیکنه هر عمل که مورا های گردن را تحت فشار بیاره باعث به جا شدن مورا گردن میشه او تعداد اشخاصی که وزن بلند را به سر انتقال نداده بودن و از شانه های خود کار گرفته بودند و یا از دیگران کمک خواسته بودند و همچنان اشخاصی که در پشت میز کار میکردن مانند خیاطان مامورین و یا دریوران که بیشتر به چوکی نشسته بودند اینا بعد از یکی دو ساعت حالت نشستن خود را تغییر داده بودند و یا از جا حرکت کرده و ایستاده و یا قدم زده بودند تا حد زیاد از بجا شدن مورههای گردن گیری کرده بودند به باور دکتر اگر بعد از انجام کارهای شاقه و یا کار در پشت میز از جا برخواسته چند دقیقه بر روی زمین بخوابیم تا شخی دست ها و موره های ما کم شود تا اندازه زیاد از بجا شدن موره های گردن پیشگیری خواهد شد. شنمده عزیز برنامه را که شنیدین همکار ما محمد عارف رحیمی در مؤسسه تعلیمی افغانستان تهیه کرده بود.